بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم لکچر پنجم است و درس ما در سات فارماکولوژی است. یک قسمت هم از اندکس تراپیوتیک دوا شروع میکنیم. اندکس تراپیوتیک دوا عبارت از اندازه گیری مقدار مسئولیت است. خب مسئولیت دوا رو ببینین، یک دوا رو وقتی که ما مسئول میگیم، مثلا درباره دوزش رو فکر نمیکنیم، مثلا اگر دوزش زیاد شد یا دوزش مثلا کم شد، یعنی تغییرات در دوزه اگر زیاد تو اساس نگیری میگیم مسئولیت خوب داره، یعنی اگر دوزش زیاد شد و این دوا مسموم کننده نمی باشن. پس از اینجا میگن که هر قدر اندکس دوا بزرگ باشن میزان مسئولیت دوا بیشتر است و هر قدر اندکس کوچک باشد میزان مسئولیت دوا کم تر است. خیلی اندکس حال ما فهمیدیم، اندکس تراپیوتیک به این مانا بود که هر قدر اندکس اگر بلند شوند مسئولیت دوا زیاد است، یعنی اگر مقدارای بلند دوا یا زیادتر دوا هم عقص شوند این مسموم کننده نیست و این آنقدر زیاد خطرناک نمی باشند. و هر قدر اندکس کوچک بود، اندکس کوچک بود ایجا باید دوز بسیار دقیق باید باشیم. و این خاطر بعض دوا هاست که اگر دوزهایشان تغییرات برشان می آیند، مثلا درباره چی بگویم، وارفارین، دوای وارفارین که اینا گفتیم یک دوای ضد علقی خون است، این را میگه که دوایی است که اندکس تراپیوتیک ازی پایین است یا اندکس تراپیوتیک ازی کوچک است، یعنی هر گاهی کمه که تغییر برزی بیایی این امکان داره که خونریزی ها را تا میتونه به وجود بره اگر مقدارشان زیادتر گرفته شود. مقدارشون زیاد شه و خون زیادتر لایز میکنن یا خون زیادتر این کار داره که رقیق بکنن. اما یک گروپ از دواها مثلا ما پنسیلین ها مثلا اگر دوبارهشون بخونیم، مثلا اموکسیسیلین، اگر مقدارش کم زیادتر هم ما بگیریم کدام مشکل نداره، چرا یکی لارج تراپیوتیک اندکس دارن، یعنی میزان مسئولیتی از این دواهای پنسیلین بیشتر است. از خاطر اگر مقدار زیاد هم اخشه با قدر کدام عوارض یا خرابی ها روی به وجود نمی آورن. خب اینجا هم ببینین تراپیوتیک اندکس هم ببینین، تراپیوتیک اندکس ها دیگه شما ببینین، دو دانه دوا، دو دانه گراف ایجا بر ما نشان دادن. دیگه گراف ببینین میگه ای تراپیوتیک افکت است، یعنی تأثیرات مقدار است که تأثیرات دوایی را وارد میکنن. و این را ببینید تراپیوتیک اندکس ایجا برای ما نشان دادن. هر گوی تراپیوتیک اندکس بلند مثلا به این شکل به این خط دو ممکن نزدیک شده، این توکسیک افکت گفته، یعنی تاثیرات توکسیک، یعنی تاثیرات مسموم کننده را زهراگی نمیتونستن با وجود بیارن. خیلی تراپیوتیک اندکس هم میگه که the ratio of the dose that produces the desired therapeutic effect to the dose that produces a toxic effect. خب در اینجا گفته که عبارت هست the ratio of those that produce the desired therapeutic effect، نسبت امیره برای ما بس میکنن که تأثیرات مؤثر دوایی را به وجود بیارن، یعنی همو therapeutic effect از اینایی هست که همو مقدار دوا هست که تأثیرات مؤثر دوایی را به وجود بیارن، که این را در اینجا در قسمت به ED50 برای ما نشان دادن. تو دوز داد پرودوس اتوکسی افکت، بر نسبت دوزی که تاثیرات مسموم کننده را به وجود می آورن، توکسیک افکت را به وجود می آورن، یعنی میرونم چه چی ماندیم؟ تراپیوتیک اندکس. خیلی ببینین تراپیوتیک اندکس در اول گفتیم اینه جه تی دی در این قسمت را گفتیم که اولشان را گفتیم که این قسمت یا ای دی گفتیم، ای دی پینجا یا در اینجا شما ببینین دیجه نشته کده در بالای از این تراپیوتیک اندکس نشته کده که تی دی پینجا بر ای دی پینجا، یعنی همه فرمول تراپیوتیک اندکس همی است. اینی مقدار را که دیجه نشان دادیم ای دی پینجا، ای دی پینجا چی بود؟ ای دی پینجا اون مقدار بود مثلا به طور مثال 10 میلی گرام همی دوا تأثیرات تراپیوتیک داشت، اما اگر این را ما میگرفتیم 15 میلی گرام این حاله چی میکنن؟ تأثیرات توکسیک خود نشان میدن. خیلی باست در اینجا ما نشته میکنیم که 15/10، چرا که در 15 اینا چی هست؟ تی دی هست، یعنی توکسیک هستن، دوز توکسیک هست، اما در 10 میلی گرام این دوز تراپیوتیک هستن. باست نشته کردیم 15/10 که چند شدی؟
جوابشان 5 شد. و این هر قدر که باعث مثلا در بین دوز تراپیوتیک و در بین دوز مسموم کننده اینجا چی قرار دارن؟ تراپیوتیک اندکس قرار دارن. خب به صورت خلاص اگر بگویم که تراپیوتیک اندکس عبارت از نسبت توکسیک افکت یعنی تاثیرات توکسیک یا مقدار توکسیک یک دوا بر مقدار تداوی یعنی مقدار تراپیوتیک یک دوا را به نام تراپیوتیک اندکس یاد میکردیم. در اینجا ببینید میگه تراپیوتیک اندکس آف دی درگ یعنی تراپیوتیک اندکس تراپیوتیک دواها را گفتن. خب در اینجا ببینید در اینجا گفته که نرو تراپیوتیک اندکس یعنی هر قدر یک دوا نرو یا تراپیوتیک اندکس باریک داشته باشن. اینجا گفته که مینیمم توکسیک کانسنتریشن یعنی کانسنتریشن یا غلظت توکسیکشان به حد اعظمی است و مینیمم افکتیو کانسنتریشن اینجا نشان داده که از همو افکتیو یعنی همو موثریتشان یا غلظت موثریتشان هم نشان داده که حد اقل سیجا برای ما نشان میدن و در بین خود از دوا چی است؟ امی نیرو تراپیوتیک اندکسشان برای ما نشان داد. اما اینجا ببینین وایت تراپیوتیک اندکس گفته در وایت تراپیوتیک اندکس ها شما ببینین اینا هم مینیمم توکسیک کانسنتریشن دارن یعنی هم حد اقل غلظت توکسیکشان و حد اقل تاثیراتشان اینجا برای ما بحث میکنه که نظر به جدول زمان و این جدول چی است؟ جدول زمان و جدول کانسنتریشن یا غلظت برای ما نشان داده این قسمت که اینا هم چی بودن؟ یعنی نظر به شما ببینین که هر قدر اگه وایت تراپیوتیک اندکس میشن دواها اما میزان مسمومیتشان یا توکسیسیتیشان چی شده میرن؟ کمتر شده میرن. اگر کانسنتریشنشان مثلا زیاد هم میشه شما ببینین هر قدر که بالا میرن غلظت زیاد میشن. این هر قدر اگه غلظت دوا زیاد شد بازم همو مسمومیت دواها چی میشه در حالت کمتر میشن که همون گفت ماست که هر قدر نیرو تراپیوتیک اندکس اگه دوا داشت مسموم کننده است یا دوای خوبی نیست و هر قدر وای تراپیوتیک اندکس داشتن و دوا باز چی میباشن آن قدر مسموم کننده یا زهراگی نمیباشن. اینجا هم مثال وارفارین و پنسیلین بر ما نشان دادن که وارفارین هم میگن اسمال تراپیوتیک اندکس است. این اندکس تراپیوتیک وارفارین چی میباشن؟ کوچک هست و از پنسیلین لارج است. شما در اینجا ببینید پرسنتیج فیصدی ها ریجا بر ما نشان داده که از فیصدی مریض ها نشان داده که از 0 تا 100 اینجا گرفته و در تا یک قسمت هم سعی کنین اینجا برای ما دو گروپ نشان داده یکی قسمت است یکی رنگ سرخ میگه رنگ قسمتی که به شکل مثلا روشن معلوم میشه این میگه امو تاثیرات متوقع دواست یعنی ما وقتی که دوا را میتیم امی تاثیرات هم میخواییم که دوا داشته باشه یعنی یک مقدار امو خونه که عقق هستن یا خونه که غلیظه صورت چی بسازن رقیق بسازن اما وقتی که دوز از دوا زیادتر میشه پس این تاثیرات چی نشان میده؟ unwanted adverse effect یا adverse effect یا عوارض جانبی یا عوارض ناخواسته رو میتونستن تاثیرات ناخواسته رو با وجود بیارن یعنی وقتی که دوز زیاد میشن. دیجی ببینین همون تاثیر تراپیوتیکشان خورد بوده اما دیجی ببینین تراپیوتیک بیندو از اینا چی میباشن کلان است و اینا هم میتونن تاثیرات ناخواسته رو میتونن با وجود بیاره وقتی که مقدار از اینا هم چی شون زیادتر شوند. خب این در مورد چی بود؟ اینا در مورد اندکس تراپیوتیک یک دوا بودن. حالا با اصطلاحات دیگه آشنا میشیم. اصطلاحات دیگه که هستن معین کنندگان فعالیت دوایی یعنی وقتی که ما یک دوا را برای یک مریض میتیم میگیم این دوا مثلا قوی است این دوا خوب مؤثر است همی چی ما نامیتن نیجه ببینین در اینجا دو دانه اصطلاح است. یکی از اصطلاحات هم میگن که مقویت دوا یعنی پوتنسی است. مقویت دوا یا پوتنسی و دومشان مؤثریت دوا یا افیشنسی میباشن. خیلی درباره مقویت و مؤثریت برای ما گفتن.
که ما قیمت دوا عبارت از مقدار دوایی است که سبب تولید تاثیر میشن. اما مقداری که سبب تولید تاثیرات شد او را ما قویت یاد میکنیم. و موثریت یک دواچی ها دواچی وقت موثر میباشن. میگه عظمی ترین تاثیرات یک دوا را میگاین. یعنی عظمی ترین تاثیرات یک دوا را به نام چی یاد میشدن؟ موثریت یک دوا یاد میشدن. دیجه هم سعی کنین، دیجه برای ما نشان میده که پوتنسی یعنی اما قسمت مقاویت و افیشنسی هم قسمت چی رو نشان دادن؟ قسمت موثریت دوا رو نشان میدن برای ما. کیجه مورفین و کودین و آسپیرین و اینا دوا ها رو هم دیجه به ما نشان دادن. دیجه هم ببینین میگه difference between the potency و efficiency نشان دادن. که پتانسیل مقاویت و افیشنسی هم چی بودن؟ اما موثریت یک دوا بودن. اینجا ببینین، این بعد سلاید هایی که انگلیسی هست، وقتی شما سلاید ها رو چاپ میکنین اینا را باز ترجمه شد مثل که ما اینجا میگیم باز شما برسانین. خب در این قسمت افیشنسی دوا را یا افیشنسی دوا را یا موثریت یک دوا را میگیم maximal response ادراک and produce، یعنی عظمی ترین جوابی است که یک دوا یا عظمی ترین تاثیراتی که یک دوا میتونه تولید کنه او را با نام موثریت یک دوا یاد کردیم. پتانسی یا مقاویت دوا چی است؟ میگه measure of dose required to produce a response، یعنی او مقدار را ای دوباره چی گفت میکنن؟ مقدار. و او دوباره چی است؟ efficiency یا موثریت یا افیسیسی که گفتیم اونا درباره ماکسیمال ریسپانس ادراکن پرودوس، یعنی او درباره موثریت گپ میزنه که اینمی دوا میتونه زیاد موثر واقع شه و امو عظمی ترین تاثیرات وارد کنه. اما در قسمت موثر، در قسمت مقاویت که گفتیم، مقاویت میگه که میجر اف درگ ریکوایرد تو پرودوس ا ریسپانس، یعنی او مقدار دوز یک دوا، یعنی مقدار دوز یک دوا که به خاطر تولید یک ریسپانس یا تولید یک تاثیر چی می باشن؟ ضروری می باشه. او رو با نام پتانسی گفتیم. که این دو اصطلاح افیسینسی و دیگه چی بودن؟ پتانسی بودن. که در اینجا این اصطلاحات آمد. خب اینجا ببینیم که درباره پتانسی و ماکسیمال افیسینسی اینجا گفتن که پتانسی رو گفتیم که اما قسمت مقاویت و افیسینسی رو موثریتشان بودن. دیگه ببینید در مورد خود امی پوتنسی میگه پوتنسی refers to the concentration or dose of a drug، یعنی پوتنسی میگه مربوط به غلظت و یا دوز یک دوا میباشند. که در پوتنسی بحث ما در قسمت چی بودن؟ در قسمت دوز و غلظت یک دوا بودن. پوتنسی of a drug depends on the part of the affinity and then part on the efficiency with drug receptor. میگه امی پوتنسی میگه مربوط به امی پوتنسی یا مقاویت دوا را میگه که مربوط به تمایل امی دوا و موثریت از این دوا با آخذه های از اینا و interaction is coupled to the response و امی تقابل از اینا با امی آخذه ها میگن. که یعنی پوتنسی را میگن که مربوط به تمایل و موثریت از اینا امرا با چی میباشن؟ آخذه ها میباشن. The clinical effectiveness of drug depends، یعنی موثریت یا تاثیرات کلینیکی یک دوا مربوط به چی است؟ مربوط به مقاویت دواست. maximal efficiency یعنی عظمی ترین تاثیرات یا موثریت یک دوا و ability to reach the relevant receptor و توانایی رسیدن به همین آخذه های مربوطه. این یا این سه پارامتر را که یاد کردیم، این سه پارامتر موثریت یا تاثیرات کلینیکی یک دوا را برای ما نشان میدن که دوا توسط اینا میتونن تاثیرات خود را وارد کنن. خب بعد از این موثریت عظمی دوا را گفتن. موثریت عظمی دوا یا maximal efficiency که گفتیم همونا چی هستن؟ میگه ادویجات ADC که در شکل برای ما نشان داده که ABCD هر چهارشان را برنگ‌های مختلف نشان دادن. دیگه میگه ادویجات ADC موثریت عظمی دارن، یعنی موثریت از اینا چی بودن؟ عظمی است. موثریت از اینا چی است؟ بلند است. یعنی دواها تأثیرات بیولوژیکی بسیار خوب را میتونن تولید بکنن.
هر سه ادویه نسبت به ادویه بی موثریت بیشتر را دارن. های های بی چی بود؟ موثریتشان کم بود. ببینین بی پایین است و هر سه از اینا چی بودن؟ بلندتر بودن. موثریت از امی یک دوا برای تصمیم گرفتن کلینیکی بسیار مهم می باشن، خصوصا زمانی که تاثیرات از امی دوا ضرورت باشن. خیلی موثریت از امی یک دوا وقتی برای ما بسیار با ارزش می باشن که مثلا موثریت در مورد تصمیم گرفتن کلینیکی میگه بسیار مهم است. کدام وقت؟ وقتی که تاثیرات از امی یک دوا برای ما مثلا ضرورت باشن. ما وقتی در حالات تاثیرات کلینیکی یا یعنی رول ارزش کلینیکی یک دوا رو خوب تر میگیم که تاثیرات عظمی از اینا زیاد خوب باشن یا یعنی خوب تر تاثیرات داشته باشن و یک دوا رو وقت انتخاب میکنیم که مثلا عظمی ترین دوز عظمی ترین تاثیرات یک دوا که برای ما ضرورت میباشد در اوج همه موثریت یک دوا رو ما بسیار ارزش میدیم و در این نقطه توجه میکنیم. پس در این نظر به شکل فهمیدیم که سه دانه موثریتشان خوب بود اما از بی موثریتشان چی است؟ کمتر بود. یکی مقویت بود که در قسمت مقویت گفتیم که مربوط به غلظت و دوز یک دوا می باشند که در قسمت مقویت گفتیم که امون مقدار دوزی است که می تونن یا امون مقدار دوا است یا اندازه مقدار دوا است که تاثیرات را تولید میکنن. اما موثریت باز چی بود؟ موثریت را گفته بودیم که عظمیترین عظمیترین تاثیرات است که دوا میتونن نورا تولید بکنن. و اینجا هم ببینین فاکتورهای موثر بر تاثیر دوا که بر تاثیر دوا کدام گپا رول میداشته باشن که اول فاکتورهای را میخوانیم که مربوط به خود دوا است. یک، ساختمان کیمیاوی. موثریت دوا یعنی فاکتورهای موثر به تاثیر میگه. بنزو دیازپین ها یا بنزاید میگه هم خواب آور و هم ضد استراب است که باز اینا رو میخونیم که اینا صرفا در مقدارهایشان وقتی که ما تغییرات وارد میکنیم تاثیرات خواب آور و تاثیرات ضد استراب اینا میتونن به وجود بیاورن. خب طریق تطبیق میگه مگنیزیم سلفیت فمی سبب اسهال و زرقی از اینا سبب زرقی میگه زد اختلاج هستن. خیرگا مگنیزیم سلفیت ما سریق زرقی فمی یا اورال بگیریم میتونه اسهالات را به وجود بیارن اما زرقی میتونه اختلاج به وجود بیاره. ببینیم فاکتورهای اسم مربوط به دوا نظر به طریق تطبیق میتونن اینا عوارض خود تولید کنن. موجودیت سایر ادویه میگه تاثیرات متقابل یا سینرژیزم و انتاگونست. در موجود بعض از دواهای اینا میتونن تاثیرات سینرژیزم یعنی تاثیرات تقویه کننده یک دیگر از خود نشان بدن یا هم میتونن تاثیرات آنتاگونیست یا تاثیرات ضد یک دیگر نشان بدن. آنتاگونیست چی معنی میده؟ ضد معنی میده. یعنی مثلا یک دوا تاثیرات خود میتونه وارد کنه اما وقتی که دوای آنتاگونیستش اضافه کنیم اون هم تاثیراتشون از بین میبرن. گفته که مقدار دوا مثلا فینوباربیتال 200 میلی گرام میگه خواب آور و 100 میلی گرام از اینا ضد سر یا ضد اپیلپسی ها میتونن باشن و بیشتر از و امیر در مورد خود تاثیراتشان گفته که تا وقتی که ما تاثیرات مقدارشان گفته مقدارشان که زیاد ساختیم وقتی مقدار زیاد شد اینا تاثیرات خواب آور را تولید کرد. وقتی مقدارشان کم ساختیم تاثیرات ضد سحر یا ضد اپیلپسی و اختلاجات اینا با وجود آوردند. فاکتورهای موثر بر تاثیر دوا مربوط به مریض. اینا فاکتورهای ریجه میبینیم که مربوط به خود مریض میشن که بر موثریت دوا تاثیر میکنن. اول سن متابولیسم دوا در سنین بلند کمتر است بنابراین دوا باید به مقدار کمتر تطبیق شوند. وقتی که سن زیاد میشه دوا را بدن کم متابولیسم میکنند. پس در این کسایی که سن بلند داره باید متوجه باشیم که نه از اشخاص که سن کلان داره و نه از اطفال تنظیم دوز بسیار ضروری است، بسیار مهم است. به این خاطر مثلا ما درباره کاهل آگاه میزنیم به این خاطر مثلا میتابولیزم در اینا کم صورت میگیره. وقتی میتابولیزم در این مرد در این گروه اشخاص کمتر صورت گرفت امکان عزیز زیاد است که مسمومیت ها رو میتونن یا توکسیسیتی یا زهراگین میتونن اما دوا
شوند. حاملگی، در هنگام حاملگی تجویز دوا باید به دقت اجرا شوند. این گپ مهمی است که دواهایی را که ما میتیم باید بفهمیم، اولی دوا منحل در شمس یا منحل در آب، یکی دیگه باید بفهمیم که دوا پلاسنتا به بریه را عبور میکنن یا خیر، که اینی دقت دوا را برای ما نشان میتن که در جریان تطبیق باید در جریان تجویز دوا برای خانم حامله این گپ ها را باید در نظر داشتیم. خب امراض، میگه در هنگام امراض کبدی و امراض کلیوی دقت بیشتر صورت بگیره، ای چی ما نامیته؟ یعنی وقتی که ما دوا را دادیم باید طریق اطرایشان را بفهمیم که اطرای از دواها از طریق کدام سیستم صورت میگیره، از طریق ادرار صورت میگیره یا هم از طریق مواد غایته صورت میگیرن. پس باید اینا را بفهمیم که از کدام مریضی های نارنج میبرن. مثلا مریض کبدی اگه بود باید در مورد اترا یا میتابولیسم دوا باید دقت داشته باشیم که اینا مثلا از طریق کبد اترا میشن یا از طریق کلیه اترا میشن، که گپ مهم نمی قسمت هستن. ارگان مثلا یک دوا از طریق کلیوی اترا شوه و این شخص هم ادم کفای کلیوی داشته باشه یا مشکلات در کلیه داشته باشن، در این صورت اگر ما دوا را برای این شخص بدیم، این امکان داره که آفات کلیوی شخص را تشدید بسازن یا آفات کلیوی را زیاد بسازن. و اینا هم بود و اینا هم بودن تا ختم قسمت دوی لکچر پنجام.